سیما یه آمریکای این هفته زندگی سه نوجوان رو دنبال میکنه که همدلانه، صبورانه و بیوقفه در کمک رسانی به دیگران، البته بدون گرفتن حتی یک دلار دستمزد، بسیار کوشا هستند. من روزبه مظهری هستم و شما به سیمای آمریکا نگاه میکنید. شنیدین میگن همدلی از همزبونی بهتره؟ اگرچه همدلی کردن، کمک رسانی یا کار خیر به نظر نمیرسه، اما درک عمیق و شنیدن درد دل افرادی که مشکل دارن یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و ارائه راهکار درست میتونه زندگی یک نفر رو عوض کنه و در نهایت قدم مثبتی در اجتماع. کار تین لاین، همدلی و مشاوره تلفنی با نوجوانهای سرتاسر آمریکاست. Hi, Teen Line. This is Francis speaking. Hi, this is Teen Line. This اینجا Teen Line. Yeah, you can talk to me. What's up? اینجا مرکز مشاوره ایست که تا به حال در هیچ کجا ندیده اید. با ایتن کرافت و فرانسیس کاتسج آشنا بشید. So glad you came. من خوشحالم از اینکه داری با ما حرف میزنی. از چه موقع این احساس رو پیدا کردی؟ اون چه که اونها انجام میدن میتونه زندگی ها رو عوض کنه یا حتی نجات بده. تین لاین یک خط مشاوره ای از طرف نوجواناست برای نوجوانا، جایی که نوجوانای سرتاسر ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگه میتونن با اون تماس برقرار کنن. چیزی که این مسئله رو جذاب میکنه اینه که جوونا تلفن رو اینجا برمیدارن، چون اونا احتمالاً بهتر میتونن مسائل جوونا رو بفهمن. این ایده به نظر عالی میرسه. این زن چنین نظری داره. وقتی شما یک نوجوان در سن بلوغ هستین، به چه کسی در موقع برخورد با مشکل رو می آورید؟ این ایلن لیدره که بیش از 30 سال پیش به راه افتادن مرکز مشاوره نوجوانان تین لاین کمک کرد. کاری که ما با تین لاین کردیم اینه که ما نوجوانها رو بهشون تعلیم دادیم تا بتونن منطقی باشن و منطقی فکر کنن، تا بتونن به حرفای همسن و سالای خودشون گوش بدن. همه این نوجوانانی که در مرکز مشغول به کارند، پیش از آن که بتوانند به تلفن جواب بدن، در دوره تعلیماتی فشرده ای شرکت می کنند. اونها نصیحت نمی کنند، ولی گزینه ارائه می دن. و بهتره که این گزینه ها رو بدونن چیه. جوانی که زنگ میزنه دنبال کمکه، اما این بچه‌ها این ور خط برای هر چیزی آماده‌ان. شما با هر جور چیزی سر و کار دارین، از کودک آزاری گرفته تا خودکشی تا روابط دختر و پسر. اینها توی کارگاه‌های آموزشی خیلی از مهارت‌هاشون از طریق نقش بازی کردن در موقعیت‌های مختلف کسب می‌کنن و بهتره که تمرین کنن. یه شب یه دختر نوجوانی زنگ زد که با مادرش مشکل داشت. مادرش یه جورایی براش قلدری میکرد و بهش میگفت بچه خوبی نیست و خیلی خیلی باهاش بیادب بود. و اونم هر روز باید اینا رو تحمل میکرد که مادرش بهش میگفت آدم خوبی نیستی، قیافم نداری، به اندازه کافی هم باهوش نیستی. قبل از حرف زدن با این دختر هیچ وقت نشنیده بود کسی بهش بگه که کاری که مادرش میکنه غلطه و یه مادر نباید این کارا رو بکنه. ایتن عاشق کاریه که میکنه و این کاریه که مدت ها مشغول اون بوده. او 17 سال داره و عضوی از این پروژه در 4 سال گذشته بوده. من وقتی که با افراد صحبت میکنم قطعا با اعتماد به نفس جدیدی باهاشون روبرو میشم، چون مدام آدمهای مختلف دور و برم رو گرفتن. من با افراد خانواده و دوستانم قطعا آدم صبورتری شدم. یاد گرفتم چطوری به مردم از همه جاهای دنیا همدلی نشون بدم. تین لاین از سال 1981 تا به حال به نوجوانان کمک کرده. این یک مرکز مشاوره سراسریه که به تلفن نوجوانان از همه ایالت‌های آمریکا جواب میده. اونا حتی یک وبسایت هم دارن که نوجوانان میتونن به اون مراجعه کنن و نوجوانان به اون روی آوردن. مدیران تین لاین تخمین میزنن که مرکز مشاوره اونها سالیانه حدود 9000 تلفن رو جواب میده و این نوجوانان دارن یاد میگیرن که وقتی کسی با بحرانی روبروست و تماس میگیره باید آرام و فهمیده باشند. بزرگترین تلفن خودکشی تا حالا رو همون شب اول داشتم. آدم باید سرعت تحولات رو کاهش بده. باید مطمئن بشه که شخصی که زنگ زده در موقعیت امنی قرار داره. باید مطمئن بشه که حالش خوبه. این واقعا در مورد اونهاست و بازتاب احساساتشون و اینکه ببینیم حالشون چطور و مطمئن بشیم که در اون لحظه اونها اوکی هستن. توانایی مستقیما تغییر دادن زندگی یه نفر دیگه غیر قابل باوره و من حقیقتا اعتقاد دارم که تونستم این کارو در تین لاین بکنم. خیلی دوست دارم با
نفر صحبت کنم، حرفاشو بشنوم و در آخر ببینم که احساسش بهتر شده، خارق‌العاده است. لیلا فلانگان 14 سالشه. یک روز که سوپرمارکت محله داشت غذای رایگان اهدا می‌کرد، ایده منای دوشنبه ها به سر لیلا افتاد. منای دوشنبه ها کارش غذا دادن به افراد کم درآمده. ماه گذشته مؤسسه منا به 1423 نفر از ساکنان محلی غذا داده. چرا نوجوانی که سر پرشوری داره و میتونه در روز کارهای متنوع با دوستاش انجام بده، اینقدر علاقه داره که وقتش رو صرف کارهای انسان دوستانه کنه؟ مرسی بچه ها، ماه دیگه میبینم اتون. امروز یه بار گنده داشتیم. مرسی بچه ها. این دختر کیه و داره چی کار میکنه؟ چرا داره از همه تشکر میکنه؟ بیشتر وقتامو صرف درس خوندن میکنم و دوست دارم در پروژه های مانا شرکت کنم که عملا خیلی هم کار میکنم روش. اسمش همون معنی گز انگبین رو میده که خوراکی بهشتیه و لیلا میگه این مانا همون محبت بهشتیه. یه خونه‌ای بود که تبدیل شده به یه صندوق غذایی. 4 تا از ساکنای کنه هووالی شروعش کردن. اونا این خونه رو خریدن و تبدیلش کردن به یه خیریه یا بانک غذا برای جمع‌آوری و توزیع غذا. لیلا برای منا ماهی یک بار در محل غذا جمع می‌کنه. خب من اینجوری شروع کردم که رفتم اونجا و گفتم چطوری میتونم بهتون کمک کنم. اونام تا اون موقع برنامه‌ای نداشتن که مثلا داوطلبا براشون بره غذا جمع کنه. مانا یه گروه 5 نفر است که این کارو میکنه. اونام بهم گفتن میتونی غذا بدی. پس منم برای جمع‌آوری غذا از همسایه‌هام یه سیستم درست کردم. بهشون یه کیسه میدم با یه یادداشت که روش نوشته شده لطفاً غذا رو بذارین این تو. روز جمعه میام میگیرمشون. خیلی هم جمع میکردم تا اینکه مقدارش خیلی زیاد شد. منم به کارم وسعت دادم، مثل این پروژه مانای دوشنبه ها. لیلا یک روز که خاربار فروش محله شروع به دادن غذا کرد، به فکر منای دوشنبه ها افتاد. به این فکر افتادم که این میتونه عملا تبدیل به یه چیز واقعی شه. پس اول رفتم سراغ مشاغل دیگه و ازشون پرسیدم آیا دلشون میخواد تو برنامه من شرکت کنن یا نه. 11 تا بله گرفتم. اون وقت رفتم اونجا و کیسه گذاشتم و آنلاین پوستر درست کردم و همه جا گذاشتم تو فروشگاه ها. حتی به یکی دوتاشون سر زدم و با کارمنداشون حرف زدم. بهشون گفتم منظور ما چیه و داریم چی کار میکنیم و اینجوری شروع شد. و منای دوشنبه ها اینطوری کار میکنه. اولین دوشنبه هر ماه بعد از مدرسه بابام میاد منو بر میداره و به هر فروشگاه سر میزنیم. غذایی رو که گذاشتن جمع میکنیم. ما یه چرخ فروشگاه رو بر میداریم و میذاریم اون تو یا خودمون حمل میکنیم. غذاها رو میذاریم عقب ماشین و میاریمشون اینجا. این نمای کلیه کاریه که میکنیم. ما یه فهرستی داریم که همه روزایی که جمع آوری داریم توش نوشته شده. لیلا در مورد سخت ترین قسمت کارش توضیح میده. وقتی من تازه شروع کرده بودم باید جوری حرف میزدم که مردم بگن بله. چون من 14 سالم و وارد مغازه میشم و وقتی میرم میگم اجازه میدین این برنامه خیریه رو اینجا شروع کنم، البته اولین فکری که به ذهن اونا میاد اینه که نه. هیچ کس دلش نمیخواد یه کیسه رو بذاره تو مغازش. مردم فکر خیلی چیزا رو میکنن و اولین فکری که میکنن توش نداره. ولی وقتی من دوباره میرم و بهشون سر میزنم و میگم این کاریه که من عملا دارم انجام میدم و نتیجهش یه راست میره به مانا، اون وقت اونا میگن باشه بله بیا کیسه تو بذار اینجا. نتیجه همه تلاش های لیلا چی بود؟ من همین تازگی یه برنامه جمع‌آوری یه ماه تو مدرسه‌مون ترتیب دادم و هر هفته روزای جمعه می‌رفتم و یه عالمه غذا جمع می‌کردم. ما 700 تا قوطی از یه مدرسه دخترونه که 600 شاگرد داره جمع کردیم. شعار منا اینه، به مدت بیش از 40 سال همسایه‌ها به همسایه‌هاشون غذا میدن. خانواده‌هایی که مراجعه می‌کنن همین دور و برا زندگی می‌کنن. پس یه کار محلیه. من میدونم که وقتی غذا میارم و همه هم میدونن که وقتی بخشش میکنن در واقع دارن به همسایه‌شون غذا میدن. یعنی دارن شکم افرادی رو سیر میکنن که همینجا زندگی میکنن، همین دور و بر. هدف اینه که همیشه به مردم غذا بدیم. چون به دلیل وضع بد اقتصادی خیلی ها هستن که امسال واقعا ضربه خوردن. اولین باری که اومدم اینجا برای یه پروژه سرویس مسیحی واسه مدرسه‌ام بود. وقتی که من اومدم زمان توزیع غذا بود. من دیدم یک صف طولانی از مردم سر و سر خیابون رو گرفته بود و اینا آدمایی بودن که تو همین محل زندگی میکنن. اومده بودن اینجا از یه ساختمان کوچولو غذا بگیرن. این قلبمو به درد آورد. اینکه دیدم این همه آدم دست بچه‌هاشون رو گرفتن و با خانواده اومدن اینجا، چون اینجا محل تهیه شامشونه، منبع عمده غذاشونه. من نمیخوام آدمایی که اطرافم زندگی میکنن گرسنه باشن. من میخوام بهشون غذا بدم. همدردی انگیزه لیلاست. وقتی شما میفهمین که خیلی از مردم درست مثل شما هستن، اون لحظه است که متوجه میشین این اتفاق میتونست واسه شما هم بیفته.
لیلا این پیام رو برای نوجوانان دیگر دارد. حتی یه نفر هم میتونه تغییر ایجاد کنه. منظورم اینه که مثلا ببینید من هر ماه تو جامعه خودم تغییر ایجاد میکنم و میدونم که این باعث تفاوت زیادی واسه مردمی که اطراف من زندگی میکنن میشه. و در آخر شما رو به یک اردوی دخترانه متفاوت میبریم. اردوی دخترانه نوجوانی که از زندگیشون راضی نیستن و از همین سن کم فکر میکنن که شکست خورده هستن. اما لارن برنینجر، مدیر و برگزار کننده این اردو، بر این عقیده است که گاهی اوقات شما باید کسی باشین که راه میفته و الگوی میشه برای دیگران. صبح بخیر، همه بیدارن؟ خب تا سه میشمرم، اون وقت باید بغل دستیتون رو بیدار کنین. روز رو با داد زدن شگفت‌آوره شروع میکنیم. باشه، 1 2 3. اینجا اردوی دخترانه منحصر به فرده. بهشون خوش میگذره، اما در ضمن یاد میگیرن چطور با مسائل اجتماعی روبرو بشن. مسائلی که دخترهای نوجوان راجع به اون وسواس دارن و به موضوعاتی میپردازن که میتونه زندگی دخترها رو نابود کنه. اگه یه پیامی بود که من میخواستم بهشون بدم اینه که این دخترها لازم نیست منتظر این باشن که یکی بیاد بهشون بگه که ارزش دارن. لارن برنینگر 20 ساله این اردو رو در نیوجرسی اداره میکنه. او میخواد دخترها درک کنن که اونها از زیبایی درونی برخوردارن و کسی نباید اونها رو بر اساس ظاهرشون قضاوت کنه و خودشون هم نباید کسی رو بر اساس ظاهر قضاوت کنند. خب تو چه نصیحتی برای یه دختر دیگه‌ای داری که به خودش شک داره، دانیلا؟ این ایده 3 سال پیش در ضمن اجرای یک پروژه برای مدرسه به سراغش اومد. من داشتم مقاله‌ای می‌نوشتم درباره زیبایی و در ضمن تحقیقاتم برای اون مقاله به مقاله دیگه برخورد کردم که میگفت نویسنده از یک گروه دختر نوجوان سوال کرده بود و فقط 2% اونها فکر می‌کردن که زیبا هستن. قدرت این فکر اون رو تکون داد. این نتایج دلم خیلی شکست و فهمیدم که دلم میخواست الگویی باشم که این دخترها به اون نیاز دارن. و اون موفق شد. کاری کرد که به این دخترها کمک کنه و به راه درستی بیاره. اردویی رو شروع کردم به اسم یافتن شگفت‌آور. ما درباره اعتماد به نفس حرف میزنیم. تصور ذهنی که از بدنشون دارن، سلامت، و این دخترها میان 8 تا 12 تایی و ما یه برنامه مشاوره براشون داریم از 13 تا 16 سال. لارن میگه خیلی از بچه‌هایی که اون میبینه اولویت‌های خودشون رو گم کردن و یا به چیزایی غلط دادن. من با دخترهای 9 ساله‌ای حرف میزنم که میگن رونهاشون خیلی بزرگه و نمیتونن مایشون رو پاشون کنن و بنابراین باید رژیم بگیرن. و این همه اون چیزیه که بهش فکر میکنن، میدونی؟ و به مجله ها نگاه میکنن و افسرده میشن و فکر میکنن این الگوییه که هرگز نمیتونن بهش برسن. اونا همیشه فکر میکنن رنگ موهاشون قشنگ نیست یا رنگ پوستشون درست نیست. شرکت کنندگان در اردوی یافتن شگفت‌آور طیف وسیعی از اطلاعات رو کسب میکنن. شعار ما اینه: شکوفا شو، خودت باش، خودتو دوست داشته باش، از خودت بیا بیرون، هر مسئله‌ای داری بذارش کنار و بر مشکلاتت غلبه کن. یه روز معمولی در این اردو ساعت 9 صبح شروع میشه و همه دخترها میرن با گروه خودشون و مشاورهاشون دیدار میکنن. اونها با مضمون روز و نقل قول روز شروع میکنن. در ساعت 10 صبح اونها تنفس دارن و بعد بین گروه‌های مختلف تقسیم میشن تا فعالیت‌های مختلفی انجام بدن، از نقاشی و از سواری گرفته تا گل و گیاه کاشتن. او میگه همه موضوعهای توی کمپ مربوط به این تلاش برای درهم شکستن تفکرات غالبی جامعه است. و لورن میدونه که این اردو به درد همه کس نمیخوره. من همیشه درباره مسائل رو حرف میزنم. به نظرم پیامی که ما میدیم در ابتدا خریدار نداره، چون از افراد میخوایم که تو خودشون نگاه کنن و بله میخوایم توانایی هاشون رو جستجو کنن، ولی در این حال میخوایم که با نقطه ضعفشون هم روبرو بشن و یاد بگیرن چطوری ازش به نفع خودشون استفاده کنن. به اونهایی که این چالش رو قبول میکنن خیلی خوش میگذره. به این نمایش مد خوب نگاه کنید. آیا چیزی درباره لباسهایی که اعضای اردو تن کردن به نظرتون میرسه؟ نمایش مد و زیبایی درون، همیشه منتظر برگزاریش هستن و اون از اسمش معلومه که اینجوری برگزار میشه که همه به درون خودمون نگاه میکنیم و زیاد نگران این نیستیم که چی تنمونه یا کی ممکنه دربارش چیزی بگه. و او هر لحظه شو رو دوست داره، همش داره سعی میکنه تا جایی که میتونه تو هر کسی یک چیز فوق‌العاده‌ای پیدا کنه. من فکر میکنم که ما به همدیگه الهام میدیم. من میتونم به دخترها انگیزه بدم که برن و یه کار بزرگ بکنن تا بفهمن چقدر خودشون مهم هستن و اونها هم هر روز صبح به من انگیزه میدن که بلند شم و از رختخواب بیام بیرون.
خب این بود سیمای آمریکایی دیگر و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. منتظر نظرات و پیشنهادات شما برای هر چه بهتر کردن برنامه خودتون سیمای آمریکا هستیم. برای ما ایمیل بفرستین، آدرس ایمیل ما simayamerica@voanews.com. شب و روزتون خوش. این صدای آمریکاست.